بسم الله الرحمن الرحیم. در کشور ما خیلی رشد کرد و خیلی گسترش یافت. البته خیلی چیزا به برکت انقلاب گسترش پیدا کرد. نماز جمعه، دعای عرفه، زیارت اربعین، دو چیز رو خیلی در کشور ما الحمدلله مورد توجه واقع شد. یکی مسئله امام زمان و مهدویت. خب این دعاهای ندوه، زیارتهای آل یاسین، این حضور مردم در جمکران نیمه شعبان اینطور نبود در گذشته. و دوم فرمودن یاد حضرت زهرا سلام الله علیها. این قصه هم شما اگر دقت داشته باشید در صبح گذشته انقدر گسترش پیدا نکرده بود و اینطور توجه به شهادت اون بانوی بزرگوار نبود. برادران عزیز، خواهران گرام، امامی به عنوان آخرین امام بیش از همه اون 11 امام زندگیش طول کشیده. چرا نمیدونیم، خدا کاراش رو حکمته. یه پیغمبری رو 10 قرن بهش مهلت میده، مثل حضرت نوح 950 سال پیغمبری میکنه، یه پیغمبری هم مثل پیامبر ما 23 سال. خب حالا یکی بگه چرا 9000 سال، پیغمبر ما 23 سال؟ ما تصمیم گیر به جای خدا نیستیم. 11 امام رو خدا 250 سال پشت سر هم خداوند بهشون امامت داد. تقریبا از حضرت علی تا امام عسکری میشه 250 سال، چون 260 امام عسکری شهید شد. از اون موقع تا الان تقریبا نزدیک 5 برابر همه اون سالها 1100 خورده ای سال غیبت طول کشید. انقدر هم این موضوع امام زمان روایت داره که هیچ کس نمیتونه انکار کنه، حتی اهل سنت، حتی وهابیا. یعنی ابن تیمیه که خودش وهابیا همه حرفاشون از او گرفتن دیگه. ابن تیمیه 7 قرن پیش بوده، یه کتابی ضد شیعه نوشته به نام منهاج السنه. با اینکه خیلی ضد شیعه است، همه این حرفای امروز وهابیا مال اونه. محمد ابن عبدالوهاب سر سفره اون نشسته، اما با این حال تو کتابش روایات امام زمان رو آورده، نتونسته انکار کنه. یک کنفرانسی تو مدینه تشکیل شد، همین عربستان، چند سال قبل، قصه ماله مثلا 30 سال پیش، به عنوان امام زمان. اون کنفرانس پایانش یه بیانیه ای دادن، بیانیهش چاپ شده، تو فضاهای مجازی هم هست. چند تا ماده داره، یکیش این بود تو اون کنفرانس. دکتر عبدالمحسن که رئیس اون کنفرانس بود، این بیانیه صادر شد و قرائت شد. یکی از حرفایی که زدن این بود، گفتن داستان امام زمان قابل انکار نیست، چون روایاتش تو منابع شیعه و سنی آمده. چرا؟ یه اختلافایی بین ما و اهل سنت هست. مثلا برخی از اهل سنت معتقدن امام زمان به دنیا نیامده هنوز، پسر امام عسکری نیست، اینا اختلاف هست. ولی اصل مهدویت، اصل امام زمان، اصل اینی که یک کسی بالاخره پایان دنیا با حکومت یک معصوم، اونم حکومت جهانی، تا حالا نشده. تا حالا نشده، یعنی هیچ پیغمبری، هیچ امامی حکومت جهانی، یعنی رئیس کل کره زمین یه نفر باشه. این اتفاق میفته، کی هم میفته نمیدونیم. وظیفه‌ام نداریم بگردیم دنبال زمانش، یه وظیفه دیگه ای داریم که حالا میگم. ولی برادران عزیز، خواهران گرامی، همه ائمه ما نگران دوران آخرالزمان بود. حضرت علی اشک میریخت برای مردم دور آخرالزمان، فرمود اینا امامشون رو نمیبینن، میترسم دینشون رو از دست بدن. پیغمبر نشسته بود، اصحابش هم نشسته بودن، فرمود اینا اخوانی، برادرها من کجان؟ گفتن ما این دیگه، برادرها شما هست. فرمود نه،
انتم اصحابی، شما اصحاب منید، برادرای من. گفتن ما دیگه کسی غیر از خودمون نمیشناسیم. فرمود برادران من کسایی هستند که در دوران آخر الزمان میان، ایمانشون از سواد بر بیازه، یعنی ایمانشون از خطای رو کاغذه. الان همه شما که اینجا نشستید اعتقاداتتون از چیه؟ شما امام دیدید، شما پیغمبر دیدید، همه رو کتاب دیگه. میگیم کلینی تو کافی نوشته، صدوق تو فلان کتاب نوشته، همه ما و شما ایمانمون از رو نوشته هاست. فرمود اونایی که پیغمبر نمیبینن، امام نمیبینن، اما قبول میکنن، اینا برادرای منن. براشون دعا کرد. حتی من روایت دیدم، خیلی عجیبه، میخوام قدر خودتون رو بدانید. امام صادق فرمود مردم در زمان غیبت ثواب نمازشون 25 برابر اونایی که در زمان حضور امام. مثلا زمان امام صادق کسی نماز میخونده، شما میخونید، مال شما 25 برابر اون ثواب داره. گفتن آقا چرا؟ برای چی؟ به چه دلیل؟ فرمود شما بگید صدقه مخفی بیشتر ثواب داره یا صدقه آشکار؟ گفتن صدقه مخفی. فرمود اینا اعتقاداتشون اینطوریه، اینا امام ندیدن. ما کی امام دیده، کی پیغمبر؟ شما همه حرفامو آخونده رو گوش میدید، ما آخونده ما تو کتاب خوندیم برای شما میگیم. یکی بگه آقا امام زمان اینطور فرمود، ما خدمتش رسیدیم. نه، به همین جهت است که بذارید حدیث بخونم، از خودم نگم. امام سجاد، این حدیث رو خوب گوش بدید، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. یه آقاییست به نام ابا خالد، اهل کابله، الانم یه مؤسسه تو افغانستان به نام ابا خالد کابلی تشکیل شده، کارهای فرهنگی میکنه. ابا خالد کابلی از اصحاب امام سجاده، از اون اصحاب خیلی نزدیک امام سجاده. امام سجاد 3-4 نفر بودن خیلی بهش نزدیک بودن، یکی ابو حمزه سمالی بود، یکی ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی میگه اومدم خدمت امام سجاد، خوب گوش بدید. آقا فرمودن ابا خالد مردمی که در زمان غیبت زندگی میکنن، یعنی شماها، ما، اگه 2 ویژگی داشته باشن از تمام مردمان زمان گذشته بالاترن، یعنی زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین. خیلی عجیبه، بذار بخونم، نگید از خودم میگم. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت، با 2 شرط، القائلین به امامتهی، اول امامتشو قبول کنن، انکار نکنن، نگن دروغه. المنتظرین لامرهی، انتظارشم بکشن، براش دعا کنن. افضل من اهل کل زمان، از همه مردمان زمان گذشته بالاتر. بعد امام سجاد یه جمله‌ای فرمود، این جمله مقام شما رو میرسونه. فرمود میدونید چرا؟ لأن الغیبت صارت عندهم کالمشاهده. ساده بگم همه متوجه بشین. فرمود چون غیبت برای اینا مثل مشاهده است، یعنی اینا همون کاری رو انجام میدن که اونایی که پیغمبر رو دیدن انجام میدادن. براشون فرق نمیکنه امامشون رو ببینن یا نه، نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن. اینها غیبت و مشاهده براشون یکیه. خیلی مهمه آقا این مسئله امام زمان رو فکر نکنید یه امام راکد کنار تو بایگانیه. خانوما آقایون، من خیلی جا گفتم ما منتظر حضور امام زمان نیستیم، ما منتظر ظهور امام زمانی. امام زمان حضور داره، ظهور نداره. میدونی یعنی چی؟ الان جاذبه، جاذبه اینجا حاضره دیگه، اگه نبود که شما نمیتونستید بنشینید، ولی ظاهر نیست. خیلی چیزا الان آقای اینجا پاش درد میکنه، ما که درد رو نمیبینیم، درد حاضره ولی ظاهر نیست. الان هوا اینجا حاضره، ظاهر نیست. خیلی چیزا، روح، الان همه شما هم که اینجا نشستید روح، مثلا فرق من با یه مرده چیه؟ اون روح نداره، من روح دارم. خب کو روح؟ روح پیداست. الان یکی میمیره، شما اسرائیل میاد جونشو میگیره، روحشو میبینید؟
مسلم اسرائیل میاد هر مرده ای رو کنار جانش رو میگیره، هر محتضری رو. شما میبینید فرشته ها 4000 فرشته دور قبر امام حسین، تا حالا دیدید شما؟ حاضره ولی ظاهر نیست. دقت کنید این کلمه رو یه بار دیگه تکرار میکنم، فرق است بین حضور و ظهور. جاذبه حاضره، ظاهر نیست. درد حاضره، پیدا نیست. فرشته حاضر، ظاهر نیست. شب قدر همه فرشته ها میان رو کره زمین، کی تا حالا دیده اینا رو؟ هیچ کس. خودمونو میگم، تنزل الملائکتو و روح. آقای اون خواهر و امام زمان حاضر تو خونه های شما میاد، تو جلسات شما میاد، هر سال حج میاد، به اجتماعات شما سلام میکنه. اینو یه وقت دقت کنید، اشتباه نشه کسی امام زمان رو امام العیاذ بالله راکت ببینه، بایگانی ببینه، فریزری ببینه، به یه کناره نشسته یه گوشه مثل کسی که تو زندان هست، بعد آزادش میکنن میاد بیرون. نه، دعا کنید بهش میرسه، توسل پیدا کنید بهش میرسه، نذر کنید بهش میرسه، صدقه، یعنی هر جوری هر جوری. آخه بعضیا من میگن که میگن ما برای امام زمان برای چی دعا کنیم؟ به ما گفتن اللهم کل ولی یک زیاد بخونید، زیاد دعا کنید. خب خدا که خودش این ولیش رو حفظ میکنه، خودش هم گفته نگهش میدارم، یه روزی ظهور میکنه، دنیا رو پر از عدل میکنه. حالا دعای من چه اثری داره؟ جوونا، خانوما، آقایون، دعای شما دو تا اثر داره، یک بلکه سه تا. یه اثرش یاد امام زمان میکنید، هر رو که اللهم کل ولی یک میخونید یا اللهم، یادش زنده میمونه. دو، دعای شما درباره اون معصوم اثر میکنه، حفظ میشه. سومیش مهمه، سومیش رو گوش بدید، دعای شما باعث میشه امام زمان در حق شما دعا کنه. شما چطور به یکی سلام میکنه جواب سلام میده؟ سر میزنی. من یه داستان براتون بگم، یه فکر کنم با این داستان بفهمید چرا دعا میکنیم برای امام زمان. یه آقایی بود به نام عبدالرحمن، اهل اصفهان، شیعه نبود، زمان امام هادی. میگه یه خورده اوضاع مالیم به هم ریخته بود، رفتم سامرا برم پیش متوکل عباسی خلیفه شکایت کنم از وضع مالیم. اومدم سامرا، خب سامرا یه شهر نظامی بوده، امام هادی هم اونجا زندگی میکرده. گفتن برید عقب، را رو باز کنید، ابن الرضا داره میاد. ابن الرضا به امام هادی میگن، به امام عسکری هم میگن، به امام جواد هم میگن، به همه اینا میگن ابن الرضا، چون امام رضا معروف بوده، به اینا میگن ابن الرضا. مثل اینکه الان ده نسلم که از امام بیاد میگن فرزند امام، چون شهرت داشته. گفتم ابن الرضا کیه؟ گفتن امام شیعه ها، امام دهم. متوکل ایشونو احضار کرده، دارن میبرنش پیش متوکل، فعلا ملاقات نداره متوکل. میگه من یه گوشه وایسادم نگاه کردم، دیدم یه جوون خوش سیما نورانی سوار بر مرکب داره زیر لب دعا میخونه، میبرنش پیش متوکل. پیش خودم گفتم متوکل آدم خبیثیه، نکنه این آقا رو به شهادت برسونه، نکنه این آقا رو زندان کنه. تو خوب گوش بدید، این آدمی که شیعه‌ام نیست، میگه تو دلم گفتم خدا، منم مشکل خودم گذشته، این سید اولاد پیغمبر، حالا آقا رو امامم نمیدونه، هایشون شیعه نیست، این سید اولاد پیغمبر حفظ بشه، خطری براش پیش نیاد. یه کلمه عبدالرحمن از اهل سنت تو دلش برای امام هادی دعا کرد، تو دلش. میگه آقا رسید جلوی من، یه نگاهی کرد، فرمود عبدالرحمن دعای تو درباره ما مستجاب شد، خطری به من نمیرسه، ولی ما سه تا دعا برای تو میکنیم. یک، خدا عمرتو طولانی کنه، مال زیاد بد بده، اولاد سالمم بد بده. خود فکر کردم من یه دعا برای آقا کردم، آقا چند تا دعا برام کرد؟ سه تا. میگه دیگه گفتم آقا نمیرم پیش متوکل، برگشت اسم منم آقا گفت، من نگفتم من فلانیم که، گفت عبدالر،
ایشون شیعه شد. این قصه رو وقتی تعریف میکنه 70 سالشه، امام هادی شهید شده، امام عسکری شهید شده. میگن اون زمان آلاف آلاف، هزار هزار، حالا هزار تومن پول نیست، میلیون پول نیست، پول داشت، 10 پسرم خدا بهش داد. یعنی 3 دعا امام هادی، بله دعا برای امام زمان جلب دعای امام زمان رو داره. خیلی آقا بزرگه. آقایون، خواهران، امام حسین فرمود منا اثنا عشر مهدی، یا ما 12 مهدی هست. ائمه ما همه مهدی هن. مهدی یعنی چی؟ یعنی هدایت شده. کسی که هدایت شده بهش میگن مهدی، کسی که هدایت میکنه بهش میگن هادی. فرمود ما همه ائمه مهدی هست. ایشالله خدا قسمت نکنه نجف، تو زیارت حضرت علی علیه السلام میگید السلام علیک یا ابل هادین المهدیین، سلام ای بابای مهدی ها، بابای هادی ها، همه ائمه ما هم مهدی هن هم هادی. خدا اونا رو هدایت کرده بهشون میگن مهدی، هدایت شد میکنن بهشون میگن هادی. همه ائمه ما مهدی هن، همه ائمه ما مصلح هن، همه ائمه ما امام زمان خودشونن، ولی همه این ائمه رو امام زمان یه حساب خاصی وا کردن. اسبق ابن نباته میگه امیر المومنین رو زمین نشسته بود، رو خاک عشق میریخ، میگه خدا تقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم، وا شوقاه و الى رؤیته. پدرش راوی میگه رفتم خدمت امام صادق. راوی یعنی کسی که گزارش میکنه، امروز میگن گزارشگر. راوی اسم آدم خاصی نیست، یعنی گزارشگر. دیدم امام صادق داره عشق میریزه، میگه آقای من اگه من تو رو درک کنم خودم میشم خدمت گزارت. سیدی لو ادرک تو که. گفتم آقا، آقا تر از شما دیگه کیه؟ شما خودت آقایی. فرمود مهدی ما. خیلی ائمه برای امام زمان حساب باز. امام رضا اسم امام زمان پیشش برده شد، دست راستشو گذاشت رو سرش. این که ما دست میذاریم رو سر از امام رضاست. دست راست گذاشت رو سرش، بلند شد ایستاد. خیلی احترام عجیب و ویژه‌ای برای این آخرین ذخیره الهی قائل بودن. خب اینا رو من مقدمه گفتم. مطلبی که من امشب میخوام برای شما بگم، حالا الان اصل مطلب رو الان میگم، خوب گوش بدید. چند سال قبل یه کنفرانسی در کوفه تشکیل شد، من شرکت کردم تو اون کنفرانس. 2 تو کوفه بود، 1 تو کربلا، من 3 رو رفتم. کنفرانس مال حضرت حجت ارواح و نافدا درباره ایشون بود، عنوانش این بود مهدی و آینده عالم. خب هر کسی یه مقاله‌ای داده بود، ما هم یه مقاله دادیم، قبول شد. گفتن خودت بیا تو دانشگاه مقاله رو بخون. من رفتم، ما رو بردن، من بودم، آیت الله حسینی بوشهری بود، آیت الله آجواد فاضل بودن، آیت الله امامی کاشانی بود، خیلی بودیم از قم، از هواپیما رفتیم، تقریبا نزدیک 100 بودیم رفتیم. خب مقاله‌ای که من اونجا دادم و قبولم شد و چاپم شده الان، عنوانش این بود آفتها و آسیبهای مهدویت. 12 خطر، 12 آفت، 12 آسیبی که به جریان مهدویت ضربه میزنه، اینا رو من جمع‌آوری کردم تو اون مقاله آوردم. شاید تو فضای مجازی هم پیدا کنید. عنوانش اینه آسیبهای مهدویت. الان نمیرسم اون 12 رو برای شما بگم، ولی 3-4 تاشو میگم. امروز مهم اینه ما جریان امام زمان دوچار یه سری آفتایی شده، دوچار یه سری آسیبایی شده، دوچار یک سری خطراتی شده، باید مواظب باشیم این خطرات رو ازش پرهیز کنیم. من چند تاشو براتون میگم. 1، اونجا نوشتم، مفصل نوشتم. یکی از آسیبهایی که الان خیلی جدی شده این ادعاهای ملاقات، ادعاهای همسری و نیابت و ارتباط با امام زمان و
خونه ما آمد و به این نبات دعا خوند و دست رو شل زرد ما گذاشت و از این حرفایی که الان تو قم اخیراً یه جریانی من فیلمش خودم دیدم، سجاده مینداختن 7-8 خانوم دورش طواف میکردن، بعدم به اون سجاده اقتدا میکردن، میگفتن امام زمان اینجاست، یکیشون میگفت من میبینم شما نمیبینید، گرفتنش الان تو قم، پنجره پولاد تو خونش درست کرده و زنا میمدن. ببینید خواهرا، نذارید از جهل و از ندانستنهای شما سوء استفاده بشه. کسی حق نداره تو دوران غیبت ادعای ملاقات با امام زمان کن، ادعای رابطه. من نمیگم امکان نداره ملاقات، چرا؟ سید بحرالعلوم بارها امام زمان رو دید، رفت تو حرم امیرالمومنین، به جای اینکه سلام بده یه وقت گفت چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. گفتن آقا چی خوندی؟ شعر میخونی؟ گفت دیدم امام زمان بالا سر امیرالمومنین داره قرآن میخونه، رو کردم به امام زمان، اینو گفت. روز عاشورا داشت تو خیابونای کربلا میرفت، یه مرتبه عمامشو انداخت، کفششو انداخت، عباشو انداخت، سر و پای برهنه رفت لای دسته توویریج. توویریج یه منطقه تو کربلا اطراف عراق، الانم تو قم ظهر عاشورا دستشون میاد بیرون، الانم توی عراق هم میان. رفت وسط دسته تو سرش بزنه حسین حسین. گفتن آقا چرا اینطور کردی؟ یه مرتبه فرمود یه وقت دیدم امام زمان با سر و پای برهنه میان این دسته داره عزاداری میکنه، داره تو سرش میزنه، منم گذاشتم عمامم و کنار، بله خدمت امام زمان میرسه. خودش فرمود وارد مسجد کوفه شدم، دیدم امام زمان تو محراب ایستاده داره این دعا رو میخونه، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر. اما سید بحرالعلوم دکون باز نکرد، دستک را ننداخت، مرید نساخت. آخ خانم رو تو تهران گرفتن، مردم میان کیلو کیلو نبات میارن میذاره، فردا صبح میان میبرن، میان میگه امام زمان شبا میاد خونه ما به اینا دعا میخونه. اینا رو اینا دکونه، اینا دفتر و دستک. ادعاهای ملاقات خود امام زمان فرمود تکذیب کنید. کلی الان ما آدم داریم تو کشور به عنوان همسر امام زمان، به عنوان گرفتنشون، ادعای نیابت، ادعای ارتباط. ما انکار نمی کنیم سید بحرالعلوم ها، مقدس اردبیلی ها، خود مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله بهادینی، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، اما هیچ کدوم تو زمان حیاتشون اینا رو لو ندادن، بعد مرگشون معلوم شد هیچ کدوم هم با اینا دکان باز نکرده. خیلی حواستون جمع باشه. یه وقتی تو قم یه راننده تاکسی میگفت که یه آقای رو سوار کردم، سید بزرگواری، خیلی خوش سیما، خوش چهره، خلاصه هی گفت منو برسون شهر قائم، شهر قائم نزدیک جمکرا. گفت آقا رو پیاده کردم دیدم نیست، همین در ماشین پاس کرد رفت دیدم نیست، زدم تو سرم، گفتم خاک بر سرم، دیدی آقا رو دیدم نشناختم، امام زمان رو احترام نکردم. میگفت یه هفته ما به هم ریخته بودیم، ای ناراحت به زنم به بچم، بیاید منو ببوسید، من دست منو ماچ آقا رو دیدم، کاش که پول ازش نمیگرفتم. میگفت بعد یه هفته این سگه رو کنار خیابون دیدم دست شکسته گردنش، گفتم آقا قربونت برم. گفت چی قربونم بریم، منو پیاده کردی اونجا، چاله بود پرت شدم تو چاله، غیب شدم چیه، خدا پدرت بیامرزه، منو ول کردی به امان خدا رفت. آقا حواستون جمع باشه، من انکار نمی کنم، خدا رحمت کنه مرحوم نهاوندی رو، مقام معظم رهبری فرموده بودن، ما در مشهد که بودیم آقایون نهاوندی ها معروف بودن، فرموده بودن من بچه که بودم آقای نهاوندی رو دیده بودم، مرحوم نهاوندی اونایی که مسجد گوهرشاد میرید، این شبستان سمت راست بهش میگن شبستان نهاوندی، اینجا نماز میخوند. مرحوم آقای نهاوندی کسی بود که در مشهد نماز جماعت اول بود، مرید فراوان. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی وقتی اومد مشهد، هنوز آیت الله عظمای بروجردی نشده بود، ایشون معروف نبود، آقای نهاوندی
نماز جماعتش رو داد با آیت الله بروجردی، گفت من به شما اقتدا میکنم. همچین مردیه. ایشون یه کتاب نوشته به نام العبقری الحسان، اسمش عربیه، کتاب فارسیه، جمکران چاپ کرده. داستانهای زیادی از ملاقات با امام زمان آورده، 7 قسم ملاقات آورده. میگه بعضیا ملاقات میکنن آقا رو میشناسن، سید بحرالعلوم، بعضیا ملاقات میکنن نمیشناسن، بعضیا تو خواب آقا رو میبینن، بعضیا از این 313 نفر یکی رو میبینن فکر میکنن امام زمانه، یاران خاص رو میبینن، بعضیا گرفتار میشن، متوسل میشن، آقا بهشون توجه میکنه، مشکلشون حل میشه. تمام اینا رو آورده. پس ملاقات ممکنه، ادعا نباید بشه. این یکی از آسیب هاست. اینقدر قصه مهدویت رو سادش نگیریم. این یک آسیب. آسیب دومی که من تو اون مقاله بهش اشاره کردم، آسیب تطبیق علائم ظهوره. الان هم خیلی از ما میپرسن آقا سوریه اینطور شده، یمن اینطور شده، امیر عبدالله که به درک واصل شد، نمیدونم کجا چی شده، پس اینا ظهور نزدیکه. آقایون، خواهرو، یه بار برای همیشه من اینو بگم، از من بشنوید و تمام. علائم ظهور 2 قسمه. 260 امام زمان غیبتش شروع شد. از همون موقع تا الان، من یه مثال بزنم برای شما. شما الان میخواید برید تهران، از همین اول کاشان تا خود تهران چند تا تابلو میبینید؟ تهران 240 کیلومتر. به تهران رسیدید؟ نه، 240 کیلومتر. میرید جلو تهران 230 کیلومتر، تهران 150 کیلومتر. هیچ آدم عاقلی نمیگه ما رسیدیم بچه‌ها آماده باشید. میگه نه، 150 کیلومتر. تا میرسید به مرقد امام میگید ها ها، این دیگه تهرانه. او مرقد امام وصل به تهرونه، اما این جاده تو تابلوها، نمیدونم این، فرض کنید استراحتگاهایی که بین راه هست، اینا تو مسیر تهرانه. از سال 260 تا الان و آینده، ائمه ما یه سری علامت تو را گذاشتن، نگفتن اگه اینو دیدی ظهور فردا اتفاق میفته، نه، فقط بدون را رو گم نکردی داری درست میری. مثلا گفتن سقوط بنی عباس از علائم ظهوره. بنی عباس 700 سال سقوط کرده، قرن 7 کو. گفتن خروج پرچمهای سیاه از خراسان، همون بنی عباس بودن. خیلی از علامتایی که گفتن الان 100 سال 200 سال 500 سال ازش گذشته، اینا تابلوی تو راهه. بله، حادثه حوادث یمن، اتفاق تو کشورهای عربی، اینه که جوانها تو روایات داره، خیلی زیاده. من یه روایت دیدم 50 خورده علامت داره، نوشتم هم روایتشو، الان نمیخوام بخونم. جوانها احترام نمیکنن، مسجدها خلوت میشه، مناره ها فلان میشه، بی حجابی اینطور میشه، زنها پوشششون کم میشه. نگفتن این اتفاق که این سمو تابلوها تو جاده است که میگه 250 کیلومتر 240 کیلومتر. بله، اون علامتی که اگه دیدید مثل مرقد امام میگید رسیدیم به تهران، او 5 تا علامت، هیچ کدومش هم اتفاق نیفتاده، هیچ چی هم ازش خبر نداریم، نمیدونیم که اتفاق میفته. یکیش خروج سفیانیست. سفیانی جریان ضد امام زمانه، قیام میکنه، کی هست کجا هست نمیدونه، کی نمیدونه، اما این آدم قیام میکنه و در بیداء که دومین علامت خسف بیداست، یعنی در منطقه مدینه، نزدیک مدینه و مکه فرو میره، از بین میره. این 2 تا علامت، خروج سفیانی، دوم نابودی و فرو رفتنش در بیداء. سومی صیحه آسمانی است. باید یه شبی در ماه رمضان یه ندای عجیبی تو آسمان شنیده بشه، ندایی که کل کره زمین میشنوه. اینم اتفاق نیفتاد. 4 خروج یمانی است. کی اتفاق میفته نمیدونم. خروج یمانی رو ما هیچ خبر نداریم. الان افرادی به این اسم قیام کردن، تو عراق دفتر دستک باز کردن، تو ایران الان عده طرفدار پیدا کردن. متاسفانه اون آقا اصلا اهل بصره است، اون حسن یمانی اهل بصره است، میگه من یمانی ام، خودش هم معلوم نیست کجاست، ولی یه عده‌ای دارن تو ایران، تو عراق سنگشو به سینه میزنن.
یمانی هم نمیدونیم کیه. و پنجم قتل نفس زکیه، یکی از سادات محترم توی جریان تو مکه کشته میشه، اونم کیه نمیدونیم. این پنج افتاده، اینا علائم حتمی است، اینا همون علائمی که میگم وقتی دیدی نزدیکه. اینا رو با هم اشتباه نکنیم، خلط نکنیم. ما وظیفه نداریم دنبال علائم ظهور بگردیم، ما وظیفه نداریم علائم ظهور رو تطبیق ناروا بدیم. بابا تو همین قم و ایران سیدی تولید شد، مگه نشد جلوشو گرفتن گفتن فلانی شعیب، فلانی یمانی، فلانی. این حرفا خوب نیست، ما نباید، حق نداریم تطبیق بدیم. اینم دومین آسیبی که این آسیبا رو مطرح میکنن، ما رو از وظایفمون غافل کنن، حالا اشاره خواهم کرد. آسیب سوم که بسیار خطرناکه و من از بچگی همیشه این تو ذهنم بود که چرا اینطور ما حرف میزنیم، یه خوردم من خود ماها مقصریم، تا گفتن امام زمان گفتیم بگیر، ببند، شمشیر، بکش، جوی خون. بابا مگه استغفر الله ربی و اتوب الیه جلادی میخواد قیام کنه؟ این چه حرفیه؟ چرا یادمون رفته امام زمان پدره؟ کل والد شفیق. چرا یادمون رفته امام زمان برادره؟ کل اخ شقیق. چرا یادمون رفته امام زمان سیرش سیره رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ اینم آسیب سوم. میدونید چی میخوام بگم؟ امام زمان عین رسول خدا دو چهره داره، عین رسول خدا دو جنبه داره، عین رسول خدا دو جهت داره، مهر، قهر. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رحماء بینهم و دورش خط کشیدیم، اصلا بین خودمون هم اینطور شده، تا گردن هم دیگر ببینیم میگیم جا شمشیر امام زمان. مگه من چه کار کردم؟ من چه کردم؟ شمایی که دعا ندبه بخونی مسجد میای، حتی اینایی که یه خورده تو مسائل دینی هم ضعیفن، مگه امام زمان به ناز کشتار را بیندازه؟ بله از خون عالمانی امام زمان جوی خون راه میفته بعضی جاها، اما کدام عالم؟ اون عالم وهابی خبیثی که حکم قتل شیعه رو میده. بله از خون بعضی ها، از گردن بعضی ها خون جاری میشه، امثال نتانیاهو، امثال این ظالمانی که امروز تو دنیا دارن تو بحرین جنایت میکنن، توی یمن جنایت میکنن. شیعه مسلمان خانوم اهل حجاب یبن الحسن گو برای چی امام زمان بکشه؟ مگه پیغمبر کی؟ ببینید یسیر رو به سیرت جده، روش جدش، پیغمبر کیو کشت؟ ابو جهل. با کی درگیر شد؟ با ابو لهب، با ابو سفیان. پیغمبر مردم مکه رو نبخشید، مردم مدینه رو نبخشید، این همه آدم رو جذب نکرد. این اشتباهه که مهر و قهر امام زمان رو قاطی کردیم، هی گفتیم میگیره میبنده. نه، زیارت آل یاسین رو ببینید، امام زمان است پدره، رحمت الله الواسعه است. نترسونین مثل بعضی از این خانوما که من خیلی مخالفم، بچه کوچیک هر خطایی میکنیم جهنم میری. چرا انقدر جهنم رو بشه بچه ها علم میکنید؟ این غلطی، روش تربیتی غلطیه. تا یه دونه موش بیرون جهنم میری، تا یه خود مشقش رو کج می‌نویسه جهنم میری، تا یه خورده نماز شد تو... بابا میگه جهنم مترسک شده برای شما. خدا این همه تو قرآن راجع به رحمت، و اصلا کلمه رحمت تو قرآن 20 برابر غضبه. 114 تا سوره، 114 مرتبه تو قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی 228 بار رحمان الرحیم اومده، با اینکه سوره توبه نداره ولی جبران شد یه جا دیگه داره. 114 بار رحمان رحیم، اصلا تو خود نماز بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره میگه چی؟ الرحمن. من یه بار نگفتید؟ مگه نگفتید بسم الله الرحمن الرحیم؟ دوباره میگید رحمان الرحیم. چهار بار فقط تو سوره حمد میگید رحمان رحیم. خدا رو اینقدر
میشه مردم اینطور جلوه ندیم. خدا به حضرت موسی گفت موسی منو پیش مردم محبوب کن، حببنی الی خلقی. آقا محبت با ترس که نمیشه، محبت با زور که نمیشه. چرا جنبه رحمت خدا رو، امام زمان تجلی خداست، امام رحمته، امام لطفه، امام مهره، قهرش مال کفاره، قهرش مال اسرائیل و مال وهابیته. اینم آسیب سومی که تو جریان مهدویته. وقت من تمام شد، یکی دیگرم بگم این چهارتا آسیب کافی. آسیب چهارم تعیین وقت. هیچ کس حق نداره برای امام زمان وقت تعیین کنه. فرمود وقاتون رو تکذیب کنید. هر کسی گفت سال فلان، سال بیسار، این حرفا کدام؟ تو همین مملکت کتابایی نوشته شد زمان دادن، من دارم بعضیاش. افرادی آمدن گفتن آقا فلان ساعت نه، امر ظهور مثل امر قیامته. چندین مرتبه تو قرآن کلمه بقتتن آمده، بقته به غین تی دو نقطه، یعنی ناگهانی. قیام امام زمان ناگهانیست، ظهور امام زمان یک مرتبه است. مثل زلزله که خبر نمیکنه یه مرتبه میاد، شما یه ساعت قبلش اونجا هستی میای بیرون زلزله شده. یه آقای میگفت ما کلی هزینه کردیم تو کرمان یه خونه ضد زلزله ساخت. به فامیلام میگفتیم اگه زلزله خواست بیاد دیگه به ما کاری نداره، چون هشت ریشتر هم بیاد خونه ما ضد زلزله است. میگه اون شبی که بم زلزله آمد ما عروسی دعوت داشتیم، بم رفتیم اونجا خوابیدیم، همونجا زن و بچه و بله خودشم از دنیا رفته بود. حالا اینو فامیلاش برای من تعریف کرد. بله بنده خدا از خونه ضد زلزله ساخته اما رفته اون شب بم. چه میدانه یه مرتبه است، ناگهانیه. قیام امام زمان عین قیامت ناگهانیه، بقتتن واقع میشه. این 12 تا آسیبی که بود، من 4 تاشو برای شما گفتم. مواظب باشید نسبت به وجود مقدس بقیت الله العظم، ادعای رؤیت بی خودی، تطبیق ناروای علائم ظهور، غفلت از وظیفه و امام زمان رو امام قهر و غضب معرفی کردن، اینا خطرات تو این قصه. و تعیین وقت، از اینها پرهیز باید بشه. امام زمان در میان جامعه است، دعای شما رو میشنوه، صدای شما رو میشنوه، دعا برای شما میکنه. ارتباط باش داشته باشید، هر روز ارتباط داشته باشید. من نمیگم سخت، صبح که از خواب پا میشین اللهم کل ولیکو بخواید، رو به قبله السلام علیک یا حجت الله علی خلقه سلام بدید. ارتباطتون رو با امام زمان قطع نکنید. ببینید 30 سال یعقوب دنبال یوسف گشت پیداش کرد، اما یه بارم قطع نکرد، همش میگفت یوسف. خود این گفتن، اگه همون 5-6 ماه گذشته بود ول میکرد، بچه هم دیگه ول میکردن تموم میشد. اینقدر گفت گفت فتحسسو من یوسف، بگردید لا تیأسو، مأیوس نشید. یوسف آل پیامبر رو باید دنبالش گشت. نمیگم تو کوچه خیابون بگردید، نه، یادش بود. خود این یاد کرد با اون داستانی که گفتم موجب میشه امام زمانم از شما یاد کنه. خب بیش از این دیگه تصدی فراهم نکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما، آبروی ما رو حفظ کن، ما رو از امام زمان جدا مگردان.